پرواز بمبافکن‌های های B52 آمریکایی برای پنجمین بار در نزدیکی ایران ظریف اظهارات همتای فرانسویش درباره فعالیت هستگی ایران را یاوهگوی بیهوده خواند لطفا پیش از هر چیزی با لایک کردن این ویدیو و به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید با سپاس از همراهی شما صبح روز شنبه 27 دی ماه نیروی هوافضای سپاه پاسداران در جریان دومین و آخرین مرحله از رزمایش موشکی و پهبادی پیامبر اعظم 15 چهار موشک بالستیک از انواع قدر اف اماد و سجیل دو به منطقه شمال اقیانوس هند شلیک کرد. بر اساس اعلام مقام های آمریکایی، این موشک ها در فاصله 32 کیلومتری از ناو هواپیما برای یو اس اس نیمیت سنی روی دریای ایالات متحده و یک کشتی تجاری به یک هدف شناور در سطح آب برخورد کردند. مسافت طی شده بین کویر مرکزی ایران که محل پرتاب موشک ها بود تا محل برخورد 1800 کیلومتر است. چند ساعت پس از اعلام خبر برخورد موشک ها به نزدیکی ناوگروه نیمیتس در رسانه های آمریکایی ساعت دو بعد از ظهر به وقت گرینویچ روز 27 دیما دو فروند بمبافکن راهبردی و سنگین بی 52 اچ نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا با قابلیت حمل سلاح اتمی و مجهز به موشک کروز از پایگاه مینوت واقع در ایالت داکوت شمالی به پرواز درآمدند تا پس از حدود 15 ساعت پرواز خود را به حریم هوایی عربستان سعودی و سپس خلیج فارس برسانند و در نزدیکی حریم هوایی ایران پرواز کنند به نظر می رسد که همچون چهار پرواز گذشته بمبافکن های آمریکایی بر فراز خلیج فارس این بار نیز این پرواز در راستای حمایت از نیروهای باقی مانده و در حال خروج آمریکا در عراق انجام شده باشد در این گزارش به بررسی نقش این بمب راهبردی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا در عملیات هوایی این نیرو به ویژه علیه ارتش صدام حسین در سال 1369 شمسی و همچنین جزئیات پرواز دو بمبافکن ازامی و تاریخچه آن میپردازیم علاوه بر این ادعای امیرعلی حاجی زاده مبنی بر توانایی سپاه پاسداران به انهدام این بمبافکنها را بررسی می کنیم. آنچه پرواز این ها را در این ساعتها و این روزها از سال مهم می کند، تقارن آن با سیومین سالگرد آغاز حمله نظامی گسترده ایالات متحده آمریکا و متحدان آن براغ ورتشان در زمان زمامداری صدام حسین است. سی سال پیش در تاریخ 27 دیماه 1369 مصادف با 16 ژانویه 1991 نیروی هوایی کشورهای اطلاف به رهبری ایالات متحده حملات هوایی خود علیه تأسیسات نظامی عراق را آغاز کردند. نخستین موج از حملات هوایی پیش از اجرای عملیات طوفان صحرا را ده فروند بمبافکن رادار گریز F-117 آی به پرواز در آمده از پایگاه هوایی زهران در عربستان سعودی و همچنین هفت فروند بمبافکن B-52 J به پرواز در آمده از پایگاه هوایی بارکستیل در جریان عملیات موسوم به قافلگیری بزرگ که سنجاب سری هم نامیده شده انجام دادند. این بمبافکن های سنگین در ساعت دو سی دقیقه بامداد به وقت گیریمویچ در تاریخ 28 دیماه 1369 با شلیک که مشرک های کروز سایت های خطرناک و قدرتمند پدافندی و راداری ارتش عراق را منهدم کردند و حریم هوایی این کشور را برای پرواز جنگنده های غیر رادار گریز نیروی اطلاف امن ساختند پس از این ماموریت بمب ها به پایگاه مادر خود بازگشتند و پس از 25 ساعت و 24 دقیقه پرواز به زمین نشستند که طولانیترین عملیات هوایی در طول تاریخ نام گرفته است در جریان این عملیات این بمب ها تعداد 35 موشک کروز AGM 86C را به سمت اهداف خود در فاصله خارج از برد سامانه های پدافند موشکی عراق شلیک کردند حالا این بمب ها که سالها پیش ارتقا یافته و بی 52 h نام گرفتند به موشک های کروز پیشرفته AGM 158 مجهزند بر اساس اطلاعات وبسایت های رصد زنده هواپیماهای نظامی دو بمبافکن نظامی در راه خلیج فارس کودهای شناسای 60 خط تیره 2033 و 61 خط تیره 2039 و به ترتیب شناسه‌ی مکالمات رادیویی گریم 11 و 12 را دارند. هنگ پنجم بمبافکن نیروی هوایی آمریکا در سال 1397 هواپیمای 59 ساله نخست یعنی 60 خط تیر 2033 را به یاد یک بمبافکن بی 52 دیگری که نخستین بمبافکن از این نو بود و در مرداد سال 1340 خورشیدی تحویل پایگاه هوایی مینو شد فروشنده صلح نامید فروشنده صلح اصلی در سال 1347 هین فرود دچار بار شد و سقوط کرد بر اساس اسناد نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا دو بمبافکن در حال پرواز به سمت منطقه خاورمیانه دو فروند از مجموعه 46 فروند بمبافکن بی 52 اچ 756 این نیرو هستند که هنوز توانایی حمل سلاح اتمی ام از بمب و موشک کروز را دارند امیرعلی حاجی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در برنامه بدون تعارف که روز جمعه به مناسبت سالگرد حمله موشکی سپاه به پایگاه اینال اسد پخش شد ادعا کرد بمبافکن‌های های بی 52 اچ نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا هدف های پرنده ای هستند که به علت اندازه بزرگ خود به راحتی و بسیار آسانتر از جنگنده این نیرو می توان آنها را ساقط کرد اما آن چیزی که حاجی زاده و بسیاری از فرماندهان نیروی هوافضای سپاه به علت ضعف در دانش هوانوردی از آن مطله نیستند این است که ماموریت این بمبافکن در حقیقت شلیک موشک های کروز از فاصله بسیار دورتر از حریم هوایی ایران است بدون آنکه در برد سامانه های پدافند موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران قرار گیرند همانطور که در بامداد 28 دیماه 1369 بمب های بی 52 g با شلیک موشک های کروز خود توانستند سایت های راداری و موشکی ارتش عراق را در هم بکوبند و حریم هوایی این کشور را برای جنگنده های ائتلاف ایمن سازند در صورت بروز یک درگیری نظامی با ایران نخستین اقدام نیروی هوایی ایالات متحده شلیک دهها موشک کروز با استفاده از این بمبافکنهای سنگین خواهد بود تا پیش از فرارسیدن جنگنده بمبافکنهایی چون f 15 ای -E حریم هوایی ایران را برای آنها بیخطر کند در جریان آخرین پرواز بمبافکن سنگین بی 52 اش بر فراز خلیج فارس که در تاریخ پنجشنبه 18 دیماه انجام شد، جنگنده های سرکوبگر پدافند هوایی دشمن F16 CJ از اسکادران 77 شکاری نیروی هوایی ازامی به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان آمریکا و همچنین جنگنده بمبافکن های ضربتی F-15 SE نیروی هوایی سلطنتی عربستان سعودی این بمب ها را در حریم هوایی عربستان سعودی و بر فراز خلیج فارس اسکورت و محافظت کردند که تصاویر آن را وزارت دفاع عربستان سعودی منتشر کرد در رابطه با پرواز این بمب ها و تمرین مشترکشان با نیروی هوایی عربستان سعودی در روز 18 دی ماه 99 سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا به نگارنده گفت که این اقدام در راستای تعهد ایالات متحده ای آمریکا به تامین امنیت و مبارزه با اقدامهای تهاجمی منطقه رژیم جمهوری اسلامی صورت گرفته است این ماموریت 36 ساعت طول کشیده و در جریان آن دو فروند بمبافکن از هنگ پنجم بمبافکن از پایگاه مینوت به پرواز درآمده و بدون توقف و تنها با چند بار سوختگیری هوایی خود را به خاورمیانه رساندند و پس از پرواز بر فراز خلیج فارس به پایگاه مادر خود بازگشتند برخلاف ادعای امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در جریان صحبت‌های اخیرش مقام های لشکری و کشوری جمهوری اسلامی از پرواز بمب های بی 52 اچ نیروی هوایی ایالات متحده در نزدیکی حریم هوایی ایران به شدت واهمه دارند همانطور که یک روز پس از پرواز دو بمبافکن از همین نوع در نزدیکی حریم هوایی ایران در تاریخ 20 آذر ما ماه 99 به دستور مقام‌های کشوری یک فروند هواپیمای بوینگ 777 j 9 نیروی هوایی ارتش برای شنود الکترونیکی، رادیویی و عکسبرداری بر فراز خلیج فارس به پرواز درآمد و فعالیت نیروی هوایی آمریکا در پایگاه های منطقه به خصوص العدید قطر را رسد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه 28 دی ماه ضمن رد ادعای همتای فرانسویش درباره تلاش تهران برای دستیابی به جنگ افزار هسته ای این سخنان را یا بیهوده خواند ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز شنبه با اشاره به برخی فعالیت های تازه ایران گفته بود که حکومت تهران در مسیر تقویت توانمندی ظرفیت سلاح اتمی خود است و ضروری است که تهران و واشنگتن به توافق هسته سال 2015 موسوم به برجام بازگردند آقای ظریف در توییتی خطاب به همتای فرانسویش نوشت همکار عزیز تو از همان ابتدا با فروش تسلیحات به جنایتکاران جنگی عربستان سعودی کار خود را در کابینه آغاز کردی حمایت دولت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از اقدامات عربستان سعودی با انتقاد برخی کشورها روبرو شده است بر همین اساس دولت فرانسه اجازه داده است تسلیحاتی که به ریاض فروخته است در جنگ من استفاده شود. وزیر خارجه ایران در ادامه توییت خود به زبان انگلیسی فرانسه را به ایجاد بی در منطقه متهم کرده است. به حمایت از تبهکارانی که منتقدان خود را مسلح می کنند و تسلیحات شما را برای کشتار کودکان در یمن به کار می گیرند پایان دهید. جمهوری اسلامی ایران در جنگ داخلی از حسی یمن حمایت می کند و سوی آمریکا و کشورهای عربی منطقه متهم است که به بی در یمن و خاورمیانه دامن میزند جواد ظریف همچنین در تویتی جداگانه از شرکای اروپایی برجام به دلیل کوتاهی در اجرای توافق هسته ای از سال 2018 به این سو انتقاد کرده است. تنشها بین واشنگتن و تهران از اردی به ماه 97 بالا گرفت. زمانی که دونالد ترامپ با وجود خروج از برجام سیاست فشار حد اکثری شامل تحریم های سنگین اقتصادی را در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفت. فرانسه، آلمان و بریتانیا روز 27 دیماه در بیانیه مشترک ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به اقدامات هسته ایران تاکید کرده بودند چنانچه جمهوری اسلامی خواستار برجام است باید تولید اورانیوم فلزی را فورا متوقف کند در بیانیه مشترک ترویکای اروپایی آمده است که تولید فلز اورانیوم دارای پیامدهای بالقوه سنگین نظامی است و این در حالی است که ایران هیچ گونه توجیه پذیرفتنی غیر نظامی برای اقدامات اخیرش را ندارد